علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در کنفرانس خبری تحت عنوان اعتراضات در ایران و دوراهی رژیم گفت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات مردمی در پی کشته شدن مهسا امینی از طریق به کارگیری دو راهبرد افزایش شدید بودجه نهادهای امنیتی نظامی و انتظامی سرکوبگر از یک سو و ارائه پاداش به نیروهای سرکوبگر وارد میدان شد. او ادامه داد که طی ماه‌های اعتراضات مردمی رهبر جمهوری اسلامی بودجه نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و حوزه‌های علمیه برای سرکوب مردم را افزایش داده است. به گفته جعفرزاده این افزایش بودجه بر پای اطلاعات طبقه بندی شده‌ای که توسط مجاهدین خلق و هوادارانشان در ایران جمع‌آوری شده بالغ بر صدها میلیون بوده است. معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در پاسخ به سوال بخش فارسی صدای آمریکا درباره توافق دولت آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر تبادل زندانی و همزمان آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی از این اقدام انتقاد کرد. First of all of these transactions that is leading to the unfreezing or allowing اولا همه این معاملات که منجر به آزادسازی یا ارائه 6 میلیارد دلار به رژیم ایران می شوند به بهانه آزادی گروگان ها انجام می شوند. بگذار خیلی رو راست بگویم، آن گروگان ها هرگز نباید از ابتدا بازداشت می شدند. آنها باید مدت ها پیش آزاد می شدند و تنها راه برای آزادی آنها این است که قاطعانه و محکم رژیم را به خاطر جنایاتشان علیه بشریت پاسخگو کنیم. به جای پاسخ دادن به تروریسم آنها را مسئول آنها بدانیم. بنابراین کل این سیاست پاداش دادن برای بازگرداندن گروگان‌ها فقط باعث اقدامات تروریستی بیشتر و گروگانگیری بیشتری را به دنبال دارد. جعفرزاده افسود که این سیاست توسط جمهوری اسلامی از همان بد به تأسیس به کار گرفته شده و این هم موجب شده که مقامات تهران آن را درآمدی پرسود تلقی کنند و ادامه دهند. او در ادامه پاسخ به صدای آمریکا گفت رژیم درآمدهای خود را علاوه بر سرکوب مردم صرف اقدامات تروریستی نیز می کند. Under any pretext, even a single dollar must not go to the Iran regime because به هر بهانه ای حتی یک دلار هم نباید نصیب رژیم ایران شود، زیرا به خزانه سپاه پاسداران ختم می شود. همانطور که امروز با شواهد نشان دادیم که برای سرکوب مردم ایران استفاده می شود و همچنین برای تأمین مالی تروریسم و بی ثبات کردن کل منطقه. جمهوری اسلامی اخیراً یکی از دیپلمات‌های خود را که به اتهام دست داشتن در عملیات بمبگذاری علیه گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس محکوم شده بود و در بلژیک زندانی بود، در چارچوب تبادل زندانی با بروکسل آزاد کرد. در این تبادل جمهوری اسلامی یک امدادگر 42 ساله بلژیکی که در بهمن 1400 توسط نیروی امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود و به اتهام جاسوسی به 40 سال زندان محکوم شده بود را آزاد کرد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.